محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر دوم است. در لکچر دوم ما میخواییم که گراف تابع توابع استاندارد رو به شما معرفی کنم. که اول خب گراف تابع چی است؟ گراف تابع اول ما تعریفش میکنم. یک تابع F داشته باشیم از ست A مثلا به ست B، و در صورتی که Y ما مساوی باشد به FX، پس میشه که گراف تابع امی F مساوی است به جور نقاط مثلا X و Y، صورتی که X شامل ست A و وای هم شامل ست بی باشد. این در حقیقت تعریف گراف تابع هست که ما میشه یک مثال برای شما کار کنم. مثال یعنی ما میخواییم که به این شکل دو دانه ست داشته باشم. یک ست ما مساوی باشد با X1 و X2، X3 و B ما مساوی باشد Y1 Y2 Y3، در صورتی که یک تابع هم طوری تعریف شده باشد که یعنی F از A به B که Y ما مساوی با FX باشد و F ما مساوی باشد با X1، X1 مثلا Y1 و X2 Y2 و X3 Y3. فرض میکنیم در صورتی که این تابع داده شده باشد، اگر من گراف تابع را رسم کنم باید این قسم رسمش کنم. اول من باید ست دومینه که عبارت از ای است، ای ست دومین است، ای عبارت از ست دومین است و ای هم ست رنج است، اینا را مشخص کنم و فرض کنم که اینجا x1 باشه، اینجا x2 باشه، اینجا x3 باشه و اینجا هم y1 باشه، اینجا y2 باشه، اینجا y3 باشه و اینجور نقاط که x1 و y1 است، این نقطه است، x2 و y2، این نقطه است، x3 و y3 هم این نقطه است، این نقطه است. که در حقیقت در این سوال ما گرافش تنها و تنها یک نقطه، دو نقطه، این سه نقطه است. این سه نقطه گراف این تابع F مساوی X1 و Y1، X2 و Y2، X3 و Y3 نشان میده که ایره اگر ما در دیاگرام توضیح بتم، این اگر سطح ای باشه که X1 و X2 و X3 و این هم ست ما عبارت از امی ست بی باشه که عبارت از وای یک و وای دو و وای سه است، و این هم عبارت از همون فنکشن اف ما باشه، اکس یک و وای یک منظور ما از این قسم است، اکس دو وای دو منظور ما از این قسم است که یعنی این جوره ها را تشکیل میتن، و این هم به این مفهوم است که اف اکس یک آورده با کجا نقش کرده؟ با وای یک، اف اکس دو را برده با وای دو و اف اکس سی را برده با وای سی. به این شکل ای آمده ای تابع را نقش کرده که گرافش عبارت از سه نقطه جوره های اکس یک و وای یک، اکس دو وای دو، اکس سی وای سی. در اینجا شاگردهای بسیار عزیز، من گراف های بعضی توابع استاندارد برای شما رسم میکنم
و که او را شما فراموش نکنید. در اینجا ببینید چند دانه تابی داریم. تابی هایی هستند که فرش میکنیم از تابی های سندر دیگه من نام ببرم. این ایجاد نشته میکنم. مثلا فرش میکنیم که وای ما مساوی قیمت مطلق اکس باشه. فرش میکنیم که وای ما مساوی ای و تاوان اکس باشه. فرض میکنیم که وای ما مساوی مثلا لن اکس باشه لوگاریتمی. فرض میکنیم که وای ما مساوی به طور مثال ساین اکس باشه و فرض میکنیم که وای ما کوساین اکس باشه یا فرض میکنیم که وای ما یک بر اکس باشه. شما گرافی تابعی استاندارد 100% باید بدانین و معلومات داشته باشین که گراف های از اینا چی است. اگر من جز یک رسم کنم جز یک می فهمین که دومین از این چی گونه رسم میشه. فرض میکنیم که به این شکل میتونیم تعریف کنیم که یک تابع تعریف شده از ریل نمبر با ریال نمبر که آر دومینش باشه با آر تاوری است که اینمی وای ما که اف اکس است و ای مساویز با قیمت مطلق اکس. گرافی ازی به این شکل است. در برابر تمام قیمت ها گرافی ازی را اگر من رسم کنم اگر اینی میور میور اکس باشه این میور میور وای باشه که ای ما عبارت است هم ریال نمبر است عبارت است میور اکس است و اینی هم میور وای است که هم ریال نمبر است. پس گراف از ای وای مساوی به اکس قیمت مطلق اکس عبارت است این شکل است به شکل رسم میشه که این گراف شما ببینید که گراف امی خط مستقیم وای مساوی به اکس است که هر قیمتی را که ما از ریال بگیریم یک بگیریم باز هم یک میشه مثبت یک. اگر دو را بگیریم دو میشه. اگر سه بگیریم سه. اگر ده بگیریم ده. به این شکل رسم میشه. در حقیقت اگر قیمت مطلق از این نمی بود این خط به این شکل بود در ساحه منفی آمده بود و یعنی ساحه منفی وای. وقتی که قیمت مطلق میشه در قطع از اینجا میشکن گراف به شکل رسم میشه که دومینش دومین از این را اگر نگاه کنین دومینش ریال نمبر است. ای و تاوان اکس که گراف شبیه بینین در دوم ای و تاوان اکس یعنی وای مساوی که به اف اکس است یعنی اگر ای و تاوان اکس باشه باز هم گرافی ازی به این شکل است. اگر این میور میور اکس باشه این میور میور وای باشه و تابع هم تعریف شده از ریال نمبر و ریال نمبر دقت کنیم که تابع باز هم اف تعریف شده از ریال نمبر و ریال نمبر که تمام قیمت های وای چی است؟ تمام قیمت های وای مثبت است منفی نیست و این متزاید هم است. اگر اکس قیمت های منفی رو بگیره باز هم مثبت است. زمانی که اکس یک شوه این میشه. زمانی که اکس صفر شوه این به تاون صفر یک. اگر اینجا یک باشه فرض میکنیم اینجا یک باشه و دو اشاره چند که اینجا باشه فرض میکنیم اینجا ای باشه زمانی که اکس ما یک شوه طبیعی است که از اینجا عبور میکنه. اینجا اگر ای باشه که دو اشاره چند باشه در حقیقت گراف این شکل و خود میگیره این شکل سکنه. وقتی که به اینجا میایه این شکل میشه این گراف ای و تاوان اکس
ایوه توان اکس اینی شکل داره که بتر ولایت نبینی ده و هی تا ای استاندرد است و ای مساوی ایوه توان اکس ده سیومش که لن اکس است. ببینین اگر ما گراف وای مساوی به لن اکس را رسم کنم، لن اکس همیشه از اف تعریف شده، از کجا؟ از آر مثبت به آر. با کجا تعریف شده؟ از آر مثبت به آر، یعنی تمام قیمت هایی را که میگیره آر مثبت است و بدون صفر، یعنی میتونیم که از آر مثبت بدون صفر منفی صفر، یعنی به این شکل میتونیم بگیم که به ریال نمبر و وای ما مساوی است به اف اکس مساوی به لوگاریتم اکس، این به این شکل است. و قیمت های منفی را اکس نمیگیره و قاعدهش هم ای است که لن است. اگر من ای گراف ها رسم کنم به این شکل است، باز هم این میورتان اکس است، این میورتان وای است و طبیعی است که تمام صفر گرفته نمیتونه و قیمت های لن میتونه قیمت های منفی باشه. زمانی که اکس یک شوه لن یک چی است؟ زمانی که اکس ما یک شوه این یا فرش میکنیم یک باشه، پس از این یا عبور میکنه و ای به این شکل است، این شکل. هیچ وقت به طرف صفر نزدیک نمیشه و یک تابع متزاید است. اینی در حقیقت گراف وای مساوی به لن اکس است، وای مساوی به لن اکس است. و همچنان اگر ما بیایم خب لن اکس ششمش را رسم کنم که در اونجا جای میشه، با ساین و کوساین جدا رسم میکنم، وای مساوی به ششم رسم میکنم که جای شوه. این میتونم در ششم بگویم که تابع تعریف شده از ریال نمبر منفی صفر، به خاطر که مخرج صفر نشود بر ریال نمبر، و وای ما مساوی میشد به اف اکس و اف اکس ما مساوی به یک بر اکس. در حقیقت دومینش آر منفی صفر است، آر منفی صفر که مخرج صفر نشود. در این صورت یعنی صفر به هیچ وجه گرفتن نمیتونه، این میور میور وای است، مبدا هم صفر است و این اینجا اگر یک باشه این اینجا هم یک باشه این اینجا هم یک باشه، طبیعی است که این قیمت این اینجا یک است و گراف تقریبا بسیار جد مایدر قیمت باید کوچک میکنم که به این شکل باید رسم شود، این شکل. یکیش این یک شاخه ای طرف است و یک شاخه دیگه شم به این شکل است، به این شکل است، به این شکل به طرف لایتنایی میره و هیچ وقت به صفر آمدن نمیتونه که اینجا میتونه چی باشه؟ یک باشه و اینجا یک باشه، اینجا یک باشه، منفی یک باشه، اینجا منفی یک باشه، به این شکل اینجا یک است. این گراف گراف دو شاخه است، یک شاخیش به طرف قیمت های مثبت اکس مثبت وای و یک شاخیش وقتی که اکس منفی شود طبیعی است که وای هم منفی میشه و هیچ وقت به صفر نمیرسه. این گراف گراف وای مساوی یک بر اکس است. این نوعیت ای گراف ها را همیشه به حافظه تان داشته باشید. در قسمت ساین اکس و کوساین اکس ببینیم دومین هایشان ریال نمبر است که اگر ما بیایم یعنی چهارم بود نه، یعنی وای مساوی به اف اکس، طبیعی است که اگر ما تعریف کنم از ریال نمبر که ست دومش بعد ریال نمبر کدومینش است و رنجش دو و یک و منفی یک هست، طبیعی است که وای مساوی و اف اکس و ای مساوی میشه با
Sinex, que magar ir a rasam konum, bivinin, aval mivareksa, rasam me konum, ena mivareks, eni mivar mivareksas, eni mivar am mivar voyas, fars me konim, eni mivar mivar voyvosha. و این اینجا فرض میکنم که مثبت یک باشه، این اینجا فرض میکنم منفی یک باشه، و این دایره مثلثاتی است. نگاه کنید، در این دایره مثلثاتی ما از این اینجا چی میکنم؟ این را جدا میکنم، این را جدا میکنم، از اینجا کشش میکنم به این سمت، به این جهت. ببینید، به این جهت، اگر به این جهت حرکت کنم منفی حرکت کنم، از اینجا به این سمت کش میکنم. اگه تو حرکت کنم زوایای سندر در که نوشته کنم، یک زاویه ما چند است؟ اینجا صفر درجه است، اینجا نوشته میکنم پای بر دو، و دیگه زاویه ما پای است، اینجا نوشته میکنم مثبت پای، و دیگه زاویه ما سه پای بر دو است، اینجا نوشته میکنم که سه پای بر دو، اینجا هم بالاخره دو پای. اگر ما این به این شکل جدا کنم، به این شکل جدایش کنم، در قطع اتو کشش میکنم، به این شکل که جدا کنم، اینجا میشه منفی پای بر دو، اینجا میشه منفی پای، و اینجا میشه منفی سه پای بر دو، و اینجا میشه منفی دو پای. و شما میفهمین که ساین 90 درجه یک است، ساین 90 درجه هم یک است، و از اینی زاویه چند است؟ منفی یک است، یعنی از 90 درجه یک است. اینی یک است، اینی یک است. از کجا؟ از پای صفر است، از پای صفر است، از صفر صفر است، و از اینی منفی یک است، اینی منفی یک است، اینی منفی یک است، اینی منفی یک است، و این شکل درست، و باز از این صفر است، به این شکل است. یعنی گرافی که در اینجا رسم میشه این شکل و خود داره، سعی کنید این شکل داره، این شکل، این شکل، این شکل داره. و هی طرف این وقتی که به این زاویه در نظر بگیریم، برعکسش منفی پای بر دو، در منفی پای بر دو منفی یک است، این منفی یک، این یک منفی یک است، از یه عبور میکنه. این تو وقتی که بیایم به این شکل در اینجا منفی پای صفر است، یعنی این تو عبور میکنه از اینجا. وقتی که باز بیم در اینجا منفی سه پای بر دو، باز یک میشه به این شکل، این تو یک میشه، و از یه هم صفر میشه. یعنی گراف عبارت از گراف چی است؟ اگر یک ذره منظم تر رسمش میکردم، یعنی پای کمکی دورتر نوشته میکردم، اینت میکردم یک ذره زیباتر میامد، سه پای بر دو، و یعنی یه هم نوشته میکردم دو پای، یک دوران تکمیل میشد. در حقیقت این گراف، گراف وای مساوی با ساین ایکس است، که از کوساینش هم به این شکل اف تعریف میشه، از ریال نمبر به ریال نمبر اف ایکس کوساین ایکس، و ای کوساین ایکس این شکل این میور میور ایکس محور محور وای و مبدا صفر این قیمت ها، این اینجا بیای پای بر دو، این اینجا میای پای، این اینجا میای مثلا سه پای بر دو، این اینجا میای دو پای، و به همین دوران اینجا که بگیریمش، اینجا میای منفی پای بر دو، اینجا منفی پای، منفی سه پای بر دو، و منفی هم دو پای، و بالاخره کوساین صفر یک است. اگر اینجا یک باشه، خب نگاه کنید، و اینجا منفی یک باشه،
فرض کنیم. خب یک کوساین صفر یک، اما کوساین پای بر دو صفر است، به این مفهوم که این تو میاد اینجا کوساین پای، ببینید پای باز هم یکی یک بیجه منفی یک است، یعنی این تو میاد این تو گراف، این تو بالاخره که اینجا بیاره بشه، این از اینجا تیر میشه، این به این شکل، این تو به این شکل. و به این طرف هم که میبینیم گراف منفی پای بر دو صفر است، اینه منفی پای بر دو است، اینه که کوساین هم ده اینجا صفر است، هم ده اینجا صفر، ده اینجا که ده اینجا منفی یکی هم صفر است، این تو میاد اینجا صفر است و ده اینجا منفی یک است، دقت کنین، اینه منفی یک است، اینجا تیر میشه منفی یک و باز ده یه صفر است و باز ده اینجا چی میشه؟ اینجا یک میشه، اینجا یک میشه. اینی هم گراف وای مساوی به کوساین اکس است. ده ای گراف اگر شما دقت کنین یک نقطه اعظمی منفی سه پای بر دو و مثبت یک است، پای بر دو و پای بر دو مثبت یک دیگه نقطه اعظمی است و اینی نقطه هم نقطه های از غریش است، در سی پای بر دو، در منفی پای بر دو قیمت وایش منفی یک است. این نقاط اعظمیش، نقاط از غریش و نقاط انطافش این منفی پای است، این صفر است، این یه دیده میشه که مثبت پای است. در اینجا نقاط اعظمی، اینی اعظمی است، اینی نقطه نقطه اعظمی است و اینی هم اعظمی است، اینی مینیموم است، دیده میشه این نقاطی که میوره قطع کرده صفر است، اینا نقاط انعطاف است که در آینده باز ما شما یار میشه که زمانی که تحقیق تابع آمد مفصل تر تشریح کنیم. این گراف وای مثلا کوساین اکس با یا باید با دقت آشنایی داشته باشیم. و ما یک بخش دیگر برای شما سه موضوع را تشریح میکنم، اینا را باید در پولیش بفهمید که یعنی انتروال چی است، قطع خط چی است، انتروال و قطع خط و مجاورت یک نقطه چی است. سعی کنید اگر انتروال میگیم این چی است؟ ست نقاطی که قیمت های اکس کوچک است ای و بزرگ است ای را ست کنه انتروال گفته میشه، که به این شکل هم نشان داده میشه، به این شکل هم نشان داده میشه و به این شکل هم نشان داده میشه که منفی ای و ای، یعنی منفی ای تا ای، اینی انتروال است. اما قطع خط، قطع خط کی است؟ قطع خط ست نقاط است که کوچک و مساوی از ای و بزرگ و مساوی از منفی ای باشه که ای را به این شکل هم نشان میدن، اینی را قطع خط میگن. در قطع خط ها، در قطع خط انجام ها هر دو شامل است، اما در انتروال شامل نیست. انتروال ها میتونه باز هم باشه، انتروال باز، انتروال بسته. اگر من باز در اینجا نشته کنم که x کوچک و مساوی از a بزرگ از منفی a، این در قد یک انتروال باز است که میتونیم نشته کنیم منفی a و مثبت a و این دیگه شیعه را کم نشته کنیم، یا ای تو داشته باشیم x کوچک از a بزرگ و مساوی از منفی a برعکس از این رقم منفی a و a به این شکل و یا ایسکه به این شکل. این سه دانه انتروال است، یوم انتروال است، یوم انتروال است، یوم انتروال های نیمه باز هستند، نیمه باز، نیمه بسته، نیمه باز، نیمه بسته به این شکل. اما قطع خط تنها به این حالت است که قطع خط اونمو نقاط است که انجام ها را هم ست بکنه، که هر کنمی از یا لایتن این نقطه هستند. اما مجاورت، مجاورت یک نقطه فرض میکنیم که x، مجاورت نقطه x میگیریم، این چی است؟
خب دقت کنید، شما فرض کنید که در روی محور این یه اکس دارین، فرض کنید اکس دارین، مجاورتش این نقطه است، این است. شما اگر یک انتروال بسیار کوچک ای طرفی طرف قبول بکنین، در این انتروال فرض کنین که اپسیلون باشه، یا اپسیلون باشه یا اپسیلون باشه، یعنی کلی از این می چقدر باشه؟ دو اپسیلون باشه. اپسیلون یک عدد بسیار کوچک است، صفر. این فاصله را فرض کنین که بسیار کوچک است، صفر باشه. در این صورت اینیش هم اپسیلون است یا اپسیلون است و اینی نقطه خیمه شه. اگر ای را اکس بگویم یا ای بگویم، ای فرض کنم مثل کیجا ای گفتم بیجا بی بگیم، خی اینی جمع میشه ای جمع اپسیلون که اینی اپسیلون است، قدر زیاد است، و اینی نقطه میشه چی میشه؟ ای منفی اپسیلون که اینی اپسیلون از ای اگر کم کنیم و خود این نقطه ایست، یعنی در حقیقت ای منفی اپسیلون و ای جمع اپسیلون اینی را به نام مجاورت نقطه ای یاد میکنن، مجاورت نقطه ای یاد میکنن، جوارش اینه به این شکل نشان داده میشه. در صورتی که اپسیلون ما یک عدد مثبت بسیار کوچک است، صفر باشه، ببخشید کوچک است، یک عدد مثبت اپسیلون بزرگ از صفر باشه، از صفر کده بزرگ باشه اما از یک کده کوچک باشه، به این شکل باشه، یک کده مثبت باشه. شاگردای بسیار عزیز، لکچر سیر تعقیب کنید.